با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سر خط رو همراهی میکنین. خب بالاخره این خبرم توسط چند تا سایت رسمی دیگه تایید شد و انگار قرار لحظه موعود فرا برسه. عرض شود که وبسایت انگلیسی خبرگزاری ایران پرس وابسته به صدا و سیما در خبری مدعی شد که ایران هفته آینده اولین دسته از جنگنده های سوخو-35 رو دریافت خواهد کرد. همچنان وبسایت پرس تیوی هم در ادامه خبری مبنی بر ورود جنگنده های سوخو-35 سوپر فلانکر به ناوگان نیروی هوایی بر اساس گزارش مدعی شد اولین دسته از این جنگنده ها هفته آینده به ایران میرسند. دیگه کم کم باید خودمون رو آماده کنیم واسه کلیپ ها و مانورهای بسیار خفن از این جنگنده ها توسط خلبانان ایرانی. فقط قیافه اون جماعت که میگفتن ایران رو چه به سوخو-35 دیدنیه. ضمناً واسه فشار بیشتر این جماعت لازم به ذکر که قراره در آینده های نچندان دور خط تولید این جنگنده ها هم در ایران راه اندازی بشه. بارها در موردش صحبت کردیم. خب این از قدرت نمایی ایران در آسمان ها که داره کم کم جایگاهش رو پیدا میکنه. حالا بریم یه گزارش ببینیم بعد در موردش صحبت میکنیم. خب در مسیری که برای ناوگرو تعریف شده بوده که بر روی نقشه کاملا واضح هست، مسیری که به سمت شرق رفته و در شمال قاره اقیانوسیه ادامه مسیر داده و به محدوده مرکزی اقیانوس آرام عزیمت کرده و حضور پیدا کرده، برای اولین بار در این منطقه مهم با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی در حوزه جو و اقیانوس و به خصوص حوزه اقیانوس شناسی تونسته رزمایش مشترک ارتش انقلابی و مکتبی رو در سال 1401 در اون محدوده با اجرای تمام تمریناتی که براش مشخص شده به اجرا بذاره، به نمایش بذاره که این نمایش اقتدار رو همگان در اون محدوده شاهد بودن. ما همه تمرینات و پیشبینی‌هایی که انجام شده بود در همه حوزه‌ها، تیراندازی با تمام سلاح‌ها، پرواز بالگرد، پرواز پهباد و عملیات‌های مختلفی که پیشبینی شده بود، حتی عملیات‌های زیرآبی رو تونست ناوگرو با اقتدار انجام بده. شایان ذکر که در مسیر ناوگرو در اقیانوس آرام که برای اولین بار بیشترین عرض اقیانوس آرام طی شده، بیش از 8000 مایل دریایی، هولوش 15000 کیلومتر، تونسته این مسیر رو بدون هیچ گونه حادثه‌ای پشت سر بذاره و ما در این مسیر شاهد بودیم که شناورهایی که ساخت کشورهای مدعی بود در این طوفان غرق شدند. ناوگرو سه طوفان سهمگین رو پشت سر گذاشت و تجربه کرد و با این حضور مقتدرانش برای اولین بار در قاره آمریکا از محدوده آمریکای لاتین و تنگه ماژلان عبور کرده و وارد اقیانوس اطلس شده و در مسیر دریانوردیش بازدیدی از کشور برزیل رو داشته که در روز حضور ما در بندر ریو دو ژانیرو 120مین سالگرد ارتباط دو تا دولت جمهوری اسلامی ایران و برزیل بوده که این خودش یک نکته خیلی حائز اهمیتی است که چگونه این زمان بندی ها و برنامه ریزی ها انجام شده و الحمدلله ناوگرو تونسته حضور پیدا بکنه. تقریبا بیشترین عرض اقیانوس اطلس رو ناوگرو طی کرده در شرایطی که طوفانی بوده اون اقیانوس، اما با توجه به علمی که در حوزه جو و اقیانوس در نیروی دریایی رامبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز به لطف خداوند و دعای شما مردم عزیزمون رقم خورده و توان جوانهای ما به سمتی رفته که تونستیم دریا رو به کنترل خودمون در بیاریم، الحمدلله مسیری رو انتخاب کردیم که طوفان رو پشت سر گذاشته ناوگرو و به لطف خدا در بندر کیپتان آفریقای جنوبی برای اولین بار حضور پیدا کرده و به حمد الله پرچم افتخار و اقتدار رو در همه پهنه‌های اقیانوسی به اهتزاز درآورده و در ادامه مسیر از دماغه امید نیک عبور کرده و گذر از تنگه موزامبیک
به سمت شمال اقیانوس هند اومده و همکنون در محدوده خلیج عدن مستقر هست و داره ادامه مسیر میده و برنامه هایی که براش تعریف شده هست رو انجام میده. بله دوستان، نخستین مأموریت دریانوردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دور کره زمین. میگم چه خبر از حامیان لورد کورزن که ببینن اون ایران که میگفتن یه دریانورد توش پیدا نمیشه به جای رسیده که دور دنیا رو طی میکنه. اما در حالی که ایران داره مأموریت‌های بزرگ دریایی رو یکی پی دیگری به سرانجام میرسونه، کت خدای جعلی که حسابی حیثیت زیر سوال هم رفته، بدجوری فشاری شده و چپ و راست داره بیانیه صادر میکنه. عرض کنم که آمریکا به تازگی موضوع آزادی تردد دریایی رو به موضوعی تازه برای ترویج ایران هراسی تبدیل کرده. مقام‌های آمریکا چندین بار با متهم کردن ایران به آزار و اذیت کشتی‌ها از قصد پنتاگون برای افزایش شمار کشتی‌ها و هواپیماها واسه گشت زنی در تنگه هرمز خبر دادن. اول از همه خب جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته بود که امروز وزارت دفاع مجموعه اقداماتی برای تقویت وضعیت دفاعی ما در خلیج فارس به کار خواهد گرفت. این مقام آمریکایی مدعی شده بود که ایالات متحده شاهد تهدیدها و حملات مکرر از سوی ایران علیه کشتی‌های تجاری بوده است. بعد از ادعای جان کربی، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین اعلام کرد که پنتاگون قصد داره شمار کشتی‌ها و هواپیماهای گشت‌زنی خود در تنگه هرمز رو افزایش بده. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته که هدف واشنگتن از این تصمیم جلوگیری از توقیف کشتی‌های بیشتر توسط ایران است. براد کوپر فرمانده مرکزی نیروهای دریایی آمریکا در این بیانیه اعلام کرد اقدامات غیرمسئولانه، غیرقانونی و بدون دلیل ایران در آزار و اذیت کشتی‌های تجاری باید متوقف بشه. یگان پنجم نیروی دریایی و شرکای ما متعهد به حراست از حقوق دریانوردی هست. بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم در دیدار با همتاهای کویتیش مدعی شد که مزاحمت‌های ایران برای کشتی‌های تجاری با قوانین بین‌المللی مغایرت داره و امنیت و ثبات منطقه رو مختل می‌کنه. خب دوستان، کاملاً در جریان هستین که این توقیف نفتکش‌ها از طرف ایران به چه دلایلی صورت گرفته و این ادعاها چقدر خنده داره. حالا جالبیش اینجاست، اینا در حالی دارن این مزخرفات رو میگن که دولت این کشور سابقه دیرینه و درخشانی در توقیف کشتی‌های کشورهای دیگه واسه اجرای قوانین تحریمی سرزمینش بدون اینکه مورد موافقت کشورهای دیگر قرار گرفته باشه داره. همین چند روز پیش گروهی از نماینده‌های هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران علی‌رغم تحریم‌ها خواستار توقیف محموله‌های نفتی ایران شده بودند. در مورد صحبت کردیم. در همین راستا اما فرمانده نیروی دریایی ارتش کشور به حضور شناورهای بدون سرنشین آمریکا واکنش نشون داد و گفت این شناورها فاقد ایمنی لازم هستند و با این شناورها محکم برخورد می‌کنیم و اجازه نمی‌دیم شناورهای غیر متعارف در آب‌های بین‌المللی حضور یافته و ایمنی دریانوردی را به خطر بیندازند. اما انگار این تنها اقدامات دریایی ایران نیست که خیلی‌ها را فشاری کرد. به این توییت دقت کنین. این آقا که خیلی هم خوب میشناسینش نوشته که رئیس تازه منصوب شده مجمع شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران بر روی علم، فناوری و نوآوری برای ارتقای حقوق بشر تمرکز خواهد کرد و از جمله فعالیت‌هایش زیر عنوان بهبود پاندمی کرونا است. جالب است بدانیم علی بحرینی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای است. خامنه‌ای که جلوی ورود میلیون‌ها واکسن کووید به ایران را گرفت که منجر به کشته شدن هزاران نفر شد. با دستور مستقیم وی معترضان بیگناه را به گلوله بستن و بیش از 500 نفر را به قتل رساندن که 70 نفرشون هم کودک بودن. این همان رژیمی است که در روزهای اخیر هر 6 ساعت یک نفر را اعدام میکنه و همین دیروز توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دلیل اعدامهایش محکوم شد. UN چگونه جرأت میکنید به مردم ایران این گونه بی احترامی کنید و آنها را نادان فرض کنید؟ یعنی هر جوری بخوایم حجم فشار در این چند خط را اندازه‌گیری کنیم نمیشه آقا. هر چقدر اعتصاب قضا رو این آقا اثر نکرد ولی این خبر تمام گوشتای تنش رو آب کرد. حالا بریم یه فیلم هم از این جماعت ببینیم. جمهوری اسلامی قاتل ها رو فرستاد اینجا، شاید تو بتونی در این باره بگی چون میدونم باشون مصاحبه کردی. یکی از اونها در دادگاه بود و من همونطور که گفته شد خودم هدف توطئه های آدم ربایی و قتل بودم. آیا واقعا شما فکر میکنید که پروژه
ربایش ایشون یک خالی بندی بزرگ نبود؟ ببین قصه به قول مشتبه واحدی مرغ پخته خندش میگیره. خانومی که من الان فردا پخش میکنم براتون، هر آن چه که کرده دروغ بوده، حق بازی بوده، کلاه برداری بوده، داستان رو بودنش، داستان ترورش، داستان اف بی آیش، دا همه و همه و همه و همه دروغ بوده. دیگه شما ببین که آش چقدر شور شده. حالا بریم یه سری هم به اربابان این جماعت بزنیم که در ساعات گذشته خودشون اعلام کردن که 1000 تا راکت مقاومت فلسطین سمتشون شلیک شده. منابع صهیونیستی به صورت رسمی اعلام کردن که تعداد راکت‌های شلیک شده از سوی مقاومت فلسطین از عدد 1000 عبور کرده. حالا این در حالیه که هزینه هر یک رگبار شلیک از سامانه گنبد آهنین و اون یکیش فلاخن داوود حدود 1,000,000 دلار هست. دیگه شما خودتون حساب کنین که 1000 تا راکت و موشک ساده چقدر خرج رو دستشون گذاشته. ضمناً این تصویری هم که مشاهده می‌فرمایین بدرسه در مقابل گنبد آهنین هست. حالا در همین راستا بریم یه نمونه قدرت نمایی از مقاومت ببینیم. همونطور که مشاهده کردین دوستان، گروه های مقاومت با ساده ترین و کم هزینه ترین اقدامات مدعیان قدرت برتر منطقه رو بدجوری به فنا دادن. از لاستیک و تناب چه استفاده هایی که نمیشه کرد. اما مثل اینکه یه خبر فوری داریم، عضو گروهک تروریستی داعش در زابل دستگیر شده. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرد با انجام اقدامات اطلاعاتی مشخص شد عضوی از گروه تروریستی داعش در یکی از روستاهای شهرستان زابل ساکن شده است. با اشراف دقیق اطلاعاتی طی یک عملیات منسجم و هماهنگ فرد داعشی دستگیر شد. این فرد که دارای تابعیت یکی از کشورهای همسایه است، با یک برنامه‌ریزی هدفمند در این منطقه به تبلیغ برای گروهک تروریستی داعش پرداخته است. فعلا در مورد این عملیات جزئیات دیگه‌ای منتشر نشده دوستان. به محض اطلاعات بیشتر شما را هم در جریان قرار خواهیم داد. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.